سلام بر شما، مسعود سفیری هستم، میزبان شما در برنامه افق بخش فارسی صدای آمریکا در روز پنجشنبه 20 اوت 29 مهر مرداد ما با نگاهی به حمایت‌ها و انتقادها از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ. توافق هسته‌ای تا مرحله تصحیح و اجرا ماهی بسیار حساس در پیش رو دارد. از آن رو موافقان و مخالفان در تهران و واشنگتن برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌ها سفارایی کردند. آنان که به حمایت برخواستند تردیدی در ابراز عقیده خود ندارند و منتقدان هم بسیار جدی هستند. در روزهای اخیر جمعی از منتقدان حکومت ایران به دو گروه موافق و مخالف توافق تقسیم شدند و نامه‌های سرگشاده امضا کردند. آیا انتشار این نامه‌ها می‌تواند در این روند تاثیرگذار باشد؟ اما در فیسبوک ما از شما پرسیدیم که آیا مخالفت با حکومت ایران میتواند مبنای مخالفت با توافق هسته‌ای باشد؟ با دو گزینه بله و خیر، 46% گزینه بله و 54% گزینه خیر رو انتخاب کردن. شما هم میتونید در بحث امروز ما از طریق فیسبوک شرکت کنید، از طریق گوگل پلاس و توییتر هم برنامه رو دنبال کنید. میتونید فایل صوتی برنامه رو هم از فیسبوک اگر سری بزنید دریافت بکنید. اما مهمانان امروز افق، آقای امیرحسین اعتمادی، سخنگوی دانشجویان لیبرال، دانشجویان و دانش آموختان لیبرال دانشگاه های ایران، آقای حسن یوسفی اشکیوری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و نواندیش دینی که از آلمان به ما ملحق شدن، و آقای حسین علیزاده، پژوهشگر در مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره فنلاند. با سلام به هر سه مهمان برنامه. آقای اشکیوری، اجازه بدیم با شما شروع بکنیم. نامه ای رو جمعی از نمایندگان ادوار پیشین مجلس در حمایت از توافق هسته‌ای خطاب به اعضای کنگره آمریکا منتشر کردند و در اون تاکید کردند که در واقع این توافق میتواند تهدیدات امنیتی در منطقه رو کاهش دهد. به نظر شما آیا این توافق پاسخگوی همه اون نیازهایی هستش که در سالهای اخیر بیان شده؟ با سلام به شما و دوستان مهمان دیگر برنامه و عرض ادب و اخلاص خدمت همه شنوندگان، مخاطبان و هموطنان ما در ایران و در هر کجای جهان که سخنان ما را میشنوند. ببینید، در هر توافقی طبعا تمام خواسته های دو طرف یا غیر از دو طرف، شخص جریان های دیگری که خارج از حوزه دو طرف منازعه قرار دارند، طبعا برآورده نمیشه. به هر حال دو طرف اختلاف، دو طرف دعوا، دو تا همسایه، دو تا دوست، دو تا شریک، دو تا همسر، به هر حال با هم اختلافی پیدا میکنند و منازعه بینشون به وجود میاد. کسانی بینشون عرض کنم میانجیگری میکنند یا خودشون با همدیگه میشینند، با همدیگه گفتگو میکنند، به یه توافقی برسن. خب طبعا توافق هم وسط رو گرفتنه، مصالحه و مذاکره هم وسط رو گرفتنه. این یه قاعده است که در تمام توافقها و گفتگوها و مذاکرات صلح و آشتی هست. خب جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا مدت‌ها با همدیگه مذاکره می‌کردند در ارتباط با مسئله هسته‌ای، ولی خب هیچ وقتی به جایی نمی‌رسید. حالا از به دلایل مختلف که عمدتاً هم ریشه در داخل خود ایران داشت، به خاطر اینکه به گمانم رهبری ایران و مرکز هسته اصلی به اصطلاح سخت قدرت در ایران عزم سیاسی برای حل مشکل نداشت. در این اواخر دوران اوباما، یعنی در این دوره دوم ریاست جمهوریش و حتی قبل از روی کار آمدن دولت فعلی و در اواخر دولت قبلی، به نظر آمد که از سوی ایران این عزم سیاسی به وجود آمد که مذاکره ای رو آغاز بکنن و طبعا مذاکره هم عنوانش شد برد برد. خب اگه بنا بشود که مذاکره برد برد باشه، باید مور مرزی و طرفین باشه، یعنی دو طرف منازعه به هر حال روی یک اشتراکاتی، مشترکاتی با هم توافق کنن به گونه ای که هیچ کدام بازنده تلقی نشن، هر دو بتونن به نوعی اون پیروزی خودشون رو جشن بگیرن یا این پیروزیشون رو به در داخل کشور به طرفدارانش، با همیانشون بفروشن. این قاعده ای هست که در همه توافق ها هست، در این توافق هم صورت گرفته. بنابراین در پاسخ سوال شما میتونم بگم که نه،
طبعا این توافق هم یک توافق جامع و کامل که هم هر دو طرف کامل راضی کرده باشه، هم کسانی که در خارج از این منازعه قدرت هستند، اپوزیسیون، نیروهای منتقد در داخل در خارج از کشور، که هر کدام از منظرهای خاص خودشون به حوادث و مسائل یا به منافع ملی نگاه میکنن، طبعا برآورده نشده و به همین دلیل هم هست که الان انتقادهایی از سوی های مختلفی به وجود میاد. من معتقد هستم چه کسانی را که حمایت میکنن از این توافق مثل بنده و امثال بنده، طبعا نمیتونیم ادعا بکنیم که همه حرفایی که ما داریم یا همه خواستهای ما برآورده شده، و هم از اون کسانی هم که انتقاد میکنن، اونها هم طبعا با منافع ملی مخالفتی ندارن، اونها هم از اینکه توافقی بهتری صورت میگرفت مخالفتی ندارن، اما در این حال شاید جنبندیشون این است که مثلا این توافق اگر نمیشد بهتر بود، بیشتر به نفع منافع ملی، و یا اینکه نه اگر به گونه دیگر میشد بهتر بود. البته من در اینجا فقط نیروهای شاید اندک شماری که اصولا خواهان حمله نظامی به خارجی هستند یا اصولا اونقدر دشمنیشون با جمهوری اسلامی عمیق و جدی شده که به هیچ وجه حاضر نیستن که چیزی به نفع جمهوری اسلامی هم بشه، خب اون نیروهایی که چشمشون به خارج دارن، به بیگانه دارن، عرض کنم که حاضرن که برای قیصریه دستمال قیصریه رو با آتش بکشن، اون تعداد اندک شما رو من جدا میکنم. ولی جدای از این، من در طرفهای منازعه موافقان یا مخالفان نیت خیری میبینم، منتها از هر کسی از منظر خاص خودش و به هر حال به یک جنبندی میرسه. در نهایت بنده و امثال بنده که مدافع هستیم معتقد هستیم که در مجموع این توافق خوبه، باید خوشحال بود، باید دو طرف منازعه رو تشویق کرد به ادامه منازعه تا به فوایدی برسه، به آثار مثبتی برسه، و این عرض کنم که جنگ و سایه شوم جنگ و مشکلات بیشتر رو برای مردم منتفع کنه. حالا در ادامه مذاکره اگر فرصتی پیدا شد میتونیم در باره ابعاد دیگر مسئله هم صحبت کنیم. در آغاز برنامه هستیم، حتما باز برمیگردیم خدمت شما. آقای اعتمادی، شما از امضا کنندگان نامی هستین که تیترش مماشات با رژیم ایران به جهانی خطرناکتر منتهی خواهد شد. چرا؟ من اول از صدای آمریکا تشکر کنم که این فرصت رو به وجود آورد که حداقل صدای دیگری غیر از اون صدایی که این چند وقت بیشتر شنیده شدم شنیده بشه. به حال صدای آمریکا پیام آور یک سری ارزش‌هایی است که بر اساس اون تأسیس شده، مثل آزادی بیان، چند صدایی، پاسخگویی دولت به مالیات دهنده. من امیدوارم این روند رو ادامه بده، مخصوصا در مورد کنار گذاشتن مجریاش هم حداقل پاسخگو باشه برای مردم. اما در مورد سوال شما، ببینید، همونطور که در خود نامه اومده، ما امضا کنندگان این نامه تلاش کردیم صدای اون بخشی از جامعه ایران باشیم که در این مدت کمتر شنیده شده و یا اصولا اصلا شنیده نشده، ولی نگرانی هایی دارن که این توافق ممکنه و این احتمال رو میدن که به سرکوب بیشتر آزادی‌های اساسی در ایران و افسایش ماجراجویی جمهوری اسلامی در منطقه منجر بشه. این یک حدس یا یک گمان نیست، یعنی و از روی بدگمانی هم نیستش. یعنی ما بر اساس یک سری فکت‌های تاریخی و شواهدی که وجود داره این نگرانی رو ابراز می‌کنیم. ببینید، اگه اجازه بدید من می‌خوام یه مروری داشته باشم به یک دوره تاریخی تقریباً 3 دهه‌ای بعد از فوت درگذشت آقای آیت الله خمینی در ایران و روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی. غربی ها و به ویژه اروپایی ها یک خوشگمانی داشتن به اینکه دولت رفسنجانی دولت میانه‌رو و به اصطلاح معتدل هستش و میشه با این دولت روابط اقتصادی برقرار کرد و فرصت خوبیه که درهای غرب به سوی ایران، به سوی جامعه ایران باز بشه. و ما دیدیم که نتیجه این خوشبینی و خوشگمانی به دولت‌های رفسنجانی اون بازداشت‌های گسترده منتقدان دولت شد، نامه 90 امضایی و و و و و در کنارش ترورهایی که در همون زمان در اروپا انجام شد، ده‌ها نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا ترور شدند که منجر شد به خروج سفرهای اروپایی از ایران و قطع ارتباط غرب و ایران. میرسیم به سال 76، بعد از اون قطع ارتباط اروپا و ایران و زمانی که جمهوری اسلامی به اصطلاح آیزولیت شده بود، یعنی در یک بنبستی قرار گرفته بود که فشار خارجی رو بیشتر احساس میکرد، و این رو میشد در همون حرفای همون زمان دولت مردان ایران هم دید. ما دیدیم که جمهوری اسلامی ناگهان یه چرخشی کرد،
انتخاباتی برگزار کرد که در حداقل بعد از مجلس اول و انتخابات ریاست جمهوری اول سابقه نداشت. به هر حال یه نیروی اومده بود که هر دست کم حرفهایی رو میزد که بخشی صدای بسیاری از مردم ایران بود که شنیده نشده بود. انتخابات برگزار شد بین خاتمی به عنوان نماد کسانی که منتقد و مخالف حکومت هستند و ناطق به عنوان کسی که نماد حکومت و شخص آقای خامنه‌ای بود. و ما دیدیم که مردم چطور گرایش نشون دادن به آقای خاتمی و اون رأی بالا رو آورد آقای خاتمی و دوره اصلاحات شروع شد. بعد از دوره اصلاحات دوباره همون خوشبینی که دوره زمان روی کار آمدن آقای رفسنجانی از طرف غربی ها و اروپایی ها به وجود اومده بود، دوباره همون خوشبینی رو ما دیدیم و باز نتیجه شد سرکوب گسترده آزادی های مردم، توقیف یک شبه 90 رسانه در ایران، کوی دانشگاه، قطع های زنجیره‌ای و دوباره تکرار تاریخ. برمیگردیم دوباره به سال 84. آقای خاتمی به هر حال نتونست اصلاحات خودش رو پیش ببره. دیدیم از مردم قهر کرده با صندوق‌ها. من احساس می‌کنم به درستی این کارو کردن. احمدی نژاد اومد. اینجا دوباره سیاستی که میتونست مبتنی بر فشار باشه، ما دیدیم که اون فشار اعمال نشد. اگر فشار از طرف غربی‌ها بر سر موضوع آزادی بیان در ایران هیچ وقت اعمال نشد. بر سر انتخابات آزاد اعمال نشد و نتیجه‌اش شد سرکوب جنبشی که یکی از جنبش‌های تاریخی ایران بود، جنبش سبز در سال 1980. آیا همچین مذاکراتی بین ایران و غرب وجود داشته که شما اعتقاد دارین که فشار وارد نشد؟ ببینید، مسئله مذاکره که همیشه وجود داشته، ما در مذاکرات اروپایی‌ها و ایران برمیگرده به سال‌های دهه 70. این که به قضیه تازه‌ای نیست که بر سر محورهای مختلف اینا همیشه مذاکره می‌کردن. بر سر هسته‌ای که از سال 2003 تا 2015 همیشه هیئت‌های ایرانی و اروپایی و بعد ها گروه پنج به اضافه ما مذاکره میکنه، همیشه که مذاکره وجود داشته، تازه‌ای که نبوده که. مسئله که در این مذاکرات هیچ وقت مسئله آزادی بیان و آزادی اساسی مردم ایران و حقوق بشر و انتخابات آزاد هیچ وقت در نظر گرفته نشد و هر جایی که در نظر گرفته شد و این فشار وارد شد به حکومت ایران که به اینها حداقل در حدودی تن بده، ما دیدیم که این فشار جواب داد. چه بسا همین انتخاب آقای روحانی در سال 92 نتیجه همون فشار تحریم‌هایی بود که این همه وقت علیهش صحبت شد که این تحریم‌ها ظالمانه است. اگر اون تحریم‌ها نبود اصولا اصلا آقای روحانی سر کار نمی‌موند. بله. آقای علیزاده، آیا در تاریخ روابط بین الملل در سالهای اخیر ما در واقع اون چیزی که الان مورد توافق نیست، مورد مناقشه است، سراغ داریم که در دستور کار مذاکرات مواردی خارج از دستور کار مذاکرات بین المللی هم گنجانده بشه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و میهمانان و مخاطبان برنامه. اجازه میخوام که من با یک تعویضی به فرمایش آقای اعتمادی صحبتم رو شروع کنم، بعد به پرسش شما برسم. و اون این که اگر سرتاسر بیانات آقای اعتمادی رو در جا بپذیریم، آنگاه پرسشی که مطرح میشه این که در اطلاعیه و بیانیه‌ای که صادر کردن ایشان و هم دوستانشون در اینجا سرتاسر این بیانیه هیچ جا نیامده که ما به کنگره توصیه میکنیم که زیر این قرارداد بزنن، در حالی که در طرف مقابل وقتی که تیم آقای چکبری و نمایندگان مجلسی که اون نامه رو صادر کردن صراحتاً با صراحت لهجه گفتن که ما توصیه میکنیم به دلیل کذا و کذا و کذا این توافق رو به تصویب برسونید، زیرش نزنید. بیاناتی که آقای اعتمادی داشتن بیانات و دغدغه های بسیار درستی است. کسانی که نگاه به پرونده نقض حقوق بشر در ایران داشته باشند بی تردید با این دغدغه ها آگاهی دارن، مواجه هستن، بر اون صحه میگذارن. همین بس که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اولین گزارشگر ویژه‌ای که در سرتاسر این دنیای پر از خشم و خون تعیین کرد برای جمهوری اسلامی بود. اولین و خطیرترین وضعیت رو در ایران تشخیص دادن، گزارشگر تعیین کردن، تا الان هم گزارشگر داره گزارشات رو میده. اما عنایت میخوام به پرسش شما برگردم، بسیار به بیان بسیار ساده، این که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. واقعیت این هستش که ما
میبایستی ببینیم که از منظر چه کسانی این توافق تا اینجا حاصل شده. اگر که در طرف مقابل ایرانی ها نشسته بودند و ایرانی و ایرانی میخواست مذاکره کنه، محال بود که بگید که آقا یک ایرانی بگه من دغدغه حقوق بشر دارم، حالا بریم سراغ بحث هسته‌ای، بریم سراغ تروریسم، بریم سراغ سوریه و یمن. اول میگه بحث مسئله من برادر و خواهر دانشجوی من هستش که دو زندان هستش، رهبران جمهوری سبز هستند و اینا. اما ببینید ما با دنیای ریل پالیتیکس مواجه هستیم. این توافق محصول کشورهایی بود که احساس خطر هسته‌ای می‌کردن. بله اون کشورها در مسئله حقوق بشر هم نگرانی‌هایی رو ابراز می‌کنن، در مسئله سوریه و تروریسم و موشکی و همه اینها هم نگرانی دارن. اما ببینید واقعیت اینه، در یک کلام باید بگیم، از نگاه اونها این مسئله پروژه هسته‌ای که جمهوری اسلامی پیش می‌برد عبارت است از تیغ بران در کف زنگی مست. این نگاه رو داشتن، میگفتن همینطور که الان کره شمالی ما رو تهدید میکنه، یعنی یک کشور کوچک مثل کره شمالی بارها گفته که این جوانکی که الان در قدرت در اونجا میزنن تو کله آمریکا. خب این برای یه ابرقدرتی مثل آمریکا نگاه این رو میکنه که اگه قرار آقای علیزاده اجازه بدیم من سوالم رو یک بخش رو باز هم تکرار بکنم، آیا از منظر دیپلماسی اصلا امکان پذیر هست که در دستور کار پرونده به نام پرونده هسته‌ای یک زمینه به نام بحث حقوق بشر ایران هم باز بشه؟ آیا دولت‌ها این کار رو میکنن؟ باب هست در روابط بین‌الملل؟ همین میخواستم به این برسم، شاید مقدمه من طولانی شدش. میخواستم بگم که در نظام بین‌الملل بحث حقوق بشر مسلما بین کشورها باز میشه، هیچ جای تردیدی درش نیستش. اما موضوعیت و اولویت بحث ها هستش که ردبندی میکنه مذاکرات رو. به گمان من اون چیزی که برای دولت های غربی مایه نگرانی بود در مرحله نخست همون بحث توانمندی هسته‌ای هستش که میتوانست روزی ایران رو مثلا تبدیل بکنه به قذافی. بذارید برای اینکه مثال روشنی بزنم در پاسخ به شما، ما 4 مورد پرونده توان هسته‌ای رو در دنیای معاصر خودمون شاهد بودیم، هر کدومش هم ببینید چگونه خط پیدا کرده. یک پرونده هسته‌ای که مثل اوسیراک در منطقه اوسیراک عراق که با حمله هواپیماهای اسرائیلی تقریبا منهدم شد و عراق هم دیگه نتونست دنباله گیری بکنه. 2 پرونده هسته‌ای که قذافی پیگیری می‌کردش با یک توافقی که ایشون تماماً جارو کردش، پذیرفت که تماماً جارو بکنه و تحویل آمریکا بده، حتی بردن تو آمریکا دپو کردن. این مورد دوم. مورد سوم، موردی که کره شمالی توانست اون منطقه بریک اوت رو، اون نقطه جدا شدن و تبدیل شدن به هسته‌ای رو به اجرا برسونه، پرونده خود یعنی توان هسته‌ای گذاشت رو میز که حالا من دارم این مسئله رو. در مورد ایران هم نگرانی آقای دولت آقای اوباما این بود که ایران بعد از اینکه به اون مرحله 20% غنی سازی رسید، پس توانه غنی سازی 90% رو داره. در این شرایط هرگز اولویت دولتی مثل دولت اوباما، دولت انگلیس، دولت فرانسه، حتی روسیه و چین که خب به هر حال روابط خوبی الان با تهران دارن، اونها هم حاضر نبودن که در کنار خودشون یک قدرت توان هسته‌ای رو ببینن. بنابراین من میخوام بگم اساساً زمینه‌ای برای طرح این موضوع وجود نداشتش. با 4 مثالی هم که زدم شما میبینید در هیچ کدوم از اینها هم اصلا بحث حقوق بشر، چون تمام این 4 کشور همشون ناقض حقوق بشر هستن. چه فرقی هستش بین کره شمالی یا عراق صدام حسین یا قذافی یا جمهوری اسلامی؟ همه این ناقض حقوق بشر هستن. اما اگر ما توجه داشته باشیم، امیدوارم فرصت دیگه حاصل بشه، من میخوام بگم اتفاقا دغدغه‌ای که حامیان حقوق بشر، پرونده حقوق بشر داشته باشن، اون دغدغه در همین مسئله توافق هسته‌ای حاصل میشه، به دلیل اینکه این توافق هسته‌ای هسته سخت قدرت رو در تهران هدف گرفته. وقتی هسته سخت قدرت رو به اضمحلال بگذاره، طبیعی هستش که فضای
با فضای خوبی برای حقوق بشر گشوده خواهد شد. ممنونم آقای علیزاده. آقای اشکیوری، شما در بخشی از نامه خودتون که منتشر کردین نوشتین که امید تازه‌ای برای یک ابتکار عمل در جهان برای حل درگیری‌های خطرناک در میان کشورها از طریق مذاکره آفریده است. آیا فکر می‌کنین که حصول این توافق باعث تغییر رفتار دولت ایران در منطقه خواهد شد؟ ببینید، ما با هیچ منطقی و با هیچ معیاری نمیتونیم که درباره آینده پیشگویی و غیب‌گویی بکنیم. نمیدونیم چه اتفاق میفته و به ویژه اینکه مقامات جمهوری اسلامی نشون دادن در طول این 36 سال که چندان قابل پیشبینی هم نیستن. در هر صورت ما افراد سیاسی یا فعال فرهنگی یا مدنی، روزنامه‌نگاران در طول این سالها در ارتباط مثلا انتخابات ادواری پیشبینی‌هایی کردیم، تحلیل‌هایی کردیم، 70-80% مثلا بر یک نظر بودیم، ولی بعد می‌بینیم که بعد از 2 ماه دیگه همه پیشبینی‌های ما غلط از آب در میاد. بنابراین در جمهوری اسلامی هم قضیه از این قراره، قابل پیشبینی نیست. و از سوی دیگر هم من خودم شخصا به لحاظ فلسفی ذات نگر و ذاتگرا نیستم، به این معنا که بگویم مثلا یک نظام سیاسی، یک حکومت، یک فرد، یک دین، یک مذهب، یک ایدئولوژی یک ذات ثابت استوار و پایداری داره و خلل ناپذیر و تا روز قیامت هم تغییر نمیکنه. نه، من معتقد به تغییرات همه چیز هستم، همه نظام ها، همه حکومت ها. به قول یه نفری میگفت که بله، هر نظامی اصلاح پذیر است به شرط اینکه مردم بخواهند. اینکه آینده چه اتفاق خواهد افتاد من دقیقاً الان نمیتونم بگم. هر دو سوی قضیه محتمله، یعنی ممکنه که بعد از این توافق هسته‌ای فضا در ایران بسته‌تر بشه. دوستمون که آقای اعتمادی گفتن ممکنه که اون سناریو پیش بره که خود من هم خیلی بعید نمیدونم، حداقل در 1-2 سال آینده فضای داخل کشور محدودتر بشه، آزادی‌ها محدودتر بشه، سرکوب مطبوعات، سرکوب عرض کنم که آزادی‌خواهان و دموکراسی‌خواهان بیشتر بشه در کوتاه مدت. ولی از سوی دیگر هم ممکن است که نه، فضا اندکی بازتر بشود. ولی در مجموع من معتقد هستم بر حسب اون چیزی که ما میتونیم الان پیش بینی بکنیم، بر حسب اون چیزی که شواهد قرائن نشون میده، من معتقد هستم که این برای اولین بار در حال جهان رو من کاری ندارم، در جمهوری اسلامی برای اولین بار یک مناقشه بزرگ و عظیم بین المللی با مذاکره و گفتگوی مداوم و مستمر رو پیگیر به فرجام رسیده. البته فرجام تا اینجا، بازم نمیدونیم 6 ماه دیگه چه اتفاق میفته، 2 ماه دیگه چه اتفاق میفته. حداقل تا اینجاش موجب تقویت خوشبینی ما هست که جمهوری اسلامی بعد از این راه مذاکره در پیش بگیره با جهان، با دنیا، با منطقه و مهمتر از همه در داخل کشور با ملت خودش و با مردم خودش هم به صلح برسه. این امیدواری رو داریم و فکر میکنم که این حالا 1 سال دیگه اتفاق نیفته، 2 سال دیگه اتفاق نیفته یا خیلی شتابناک پیش نره، من هم مثل آقای عرض کنم که علیزاده خوشبین هستم و معتقد هستم که مجموعه تعاملات داخلی، خارجی، شرایط منطقه‌ای و همه و ساختار حکومت و قدرت در ایران و به هر حال همه اینها به نظر من این امیدواری رو تقویت میکنه که در آینده فضا مناسبتر بشه، بازتر بشه و همون دغدغه حقوق بشری که دوستان ما آقای اعتمادی و یا دوستانشون دارن بنده و امثال بنده هم داریم و همه ما داریم. ولی به هر حال در یک مذاکره که نمیشه که 10 تا موضوع رو با هم روی میز گذاشت و روی اینها بحث کرد. فکر میکنم که آمریکا به طور خاص و اروپا به طور عام و معقولانه و منطقی و منطبق با واقعیت تصمیم گرفتن و عمل کردن با جمهوری اسلامی روی یک موضوع مناقشه، فرمناقشه توافق کردن که روی این مذاکره کنن و موضوعی که اتفاقا اوباما تونست که برای اولین بار یک اجماع جهانی رو در گذشته در باب تحریم و در این 2 سال اخیر در ارتباط با مذاکره مستقیم با ایران این ابتکار پیش برد و به هر حال به این نتیجه رسید که باید با جمهوری اسلامی گفتگو بکنه و بعد تونست که یک اجماع جهانی رو به وجود بیاره، با این پشتوانه جهانی تونست که به هر حال موفقیت‌هایی به دست بیاره و امروز هم ما ایرانی‌ها با هر فکر و گرایشی که داریم بر حسب اونچه که منافع ملی میدونیم، بر حسب اونچه که پیشبرد حقوق بشر میدونیم و رفع نقض حقوق بشر در ایران که مورد اشتراک همه ما هست، نه ما 3 نفر اینجا، 4 نفر اینجا، بلکه کل آزادی خواهان خالص
بالاخره ایرانی هست، همه باید دست به دست همدیگه بدیم، هم به دلواپسان ایران فشار بیاریم و به اونها بگوییم که دلواپسی شما بیمورده و اگر این توافق پیش بره در نهایت به نفع خودتون هم هست، هم به اون دلواپسان آمریکا یا جای دیگه بگیم که به هر حال شما هم تمامیت خواه نباشید، انحصار طلب نباشید. برمیگردیم به شما، ممنونم. آقای اعتمادی، شما هم به این که در مذاکرات بحث حقوق بشر دیده نشده اعتراض دارین در واقع به مذاکره کنندگان، هم این که نگران این هستین که در واقع نقض حقوق بشر ادامه پیدا کنه و شدید بشه، در واقع شما مخالف تصویب این توافق هستین؟ ببینید، اگه همونطور که آقای علیزاده اتفاقا اول گفتن، در هیچ جای این نامه اشاره نشده که ما مخالف این توافق هستیم و یا اینکه این توافق باید لغو بشه. ما اصلا اصولا درخواستی هم از کنگره نکردیم، هیچ اسمی از کنگره هم نیومده. ما منتقدین این توافق هستیم و نگرانیم که این توافق منجر بشه به افزایش نقض حقوق بشر در ایران. خب در ذات این معنیش اینه که توافق رو تصدیق نکنه. اجازه بده من توضیح بفرمایید. ببینین، هم نگرانیم که منجر بشه افزایش نقض حقوق بشر و هم نگرانیم که این توافق به ضرر مردم ایران باشه از نظر اقتصادی. همینطور که آقای اشکیوری گفتن، ما نه پیشگو هستیم نه پیشبین، بر اساس حدس. ولی من تاکید میکنم ما بر اساس حدس و گمان این نامه رو ننوشتیم و نظرمون هم بر اساس حدس و گمان است، بر اساس شواهده. ببینید، بعد از این توافق اولین کسی که به آقای خامنه‌ای تبریک میگه و به آقای روحانی بشار اسد، دیکتاتور خونریز سوریه، همین پیروز 100 نفر فقط کودک و زن و مردم عادی رو در بازار دوما زیر بمباران گرفت با پولهایی که از دولت ایران میگیره. بلافاصله بعد از این توافق، نخست وزیر سوریه رسما بدون هیچ گونه پنهانکاری اعلام کرد که ما امیدواریم این پولهای آزاد شده ایران، که هنوز آزاد نشده و بر سر مبلغش هم اختلاف است، یهو از 150 میلیارد دلار رسیده به 6 تا 7 میلیارد دلار، حرفی که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی زده. ایشون به فاصله یک هفته گفتن که ما امیدواریم که این کمک‌های جمهوری اسلامی بعد از پول‌های آزاد شدن پول‌های مسدود شده‌اش به ما افزایش پیدا کنه. آقای خامنه‌ای در همون اولی موضع‌گیریش گفتن و تا امروز هم ادامه دادن در چند سخنرانی بعدشون که سیاست‌های منطقه‌ای ما در مخالفت با آمریکا ذره‌ای تغییر نخواهد کرد و ما از هر دولتی و از هر گروهی که با آمریکا و اسرائیل در منطقه مبارزه کنه حمایت می‌کنیم. سپاه پاسداران بلافاصله بعد از توافق ویدئویی درست کرده در دو دقیقه چطور ما قدس رو آزاد می‌کنیم و اسرائیل رو نابود می‌کنیم. آیا شما نشونه‌ای می‌بینید از تغییر سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی؟ آیا یک نیرویی که در منطقه نمیشه اینو از این منظرم دید که بر مبنای تحلیل آقای علیزاده، اون پوسته سخت جمهوری اسلامی رو این توافق میتونه هدف قرار بده و بیاره سر میز مذاکره، یعنی در واقع جامعه پذیر بسیار خوب. این اگه قرار باشه اون پوسته، فعلا که شواهد نشون نمیده، ولی اگه قرار باشه در سالهای آینده اون پوسته سخت بیاد سر میز مذاکره، اتفاقا راهش اینه که مماشات نشه با جمهوری اسلامی. اتفاقا مسئله اینه که این توافق منجر صریحا بفرمایید مماشات نشه با جمهوری اسلامی یعنی چی؟ الان بهتون میگم. بفرمایید. آمریکا در منطقه، در همون منطقه جمهوری اسلامی، در منطقه خاورمیانه و در کل جهان متحدانی داره و یا دست کم با کشورهایی دارای روابط اقتصادی قوی هستش که ناقضین حقوق بشر هستن. ما در همون منطقه عربستان سعودی رو داریم که شاید یکی از در کنار ایران جزو بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستش. ما چین رو داریم که فقط به خاطر اینکه جمعیتش بیشتره از نظر سرانه اعدام از ایران عقب افتاده، وگرنه این کشور هم جزو ناقضان حقوق بشر هستش. ولی بیشتر روابط اقتصادی رو چین با آمریکا داره و آمریکا غیر از بیانیه‌های گاه و بیگاه هیچ وقت در امور داخلی چین دخالت نمی‌کنه در مسئله نقض حقوق بشر گسترده‌ای که اونجا اتفاق می‌افته. در مورد عربستان هم همینطور. نگرانی ما اینه که ایران تبدیل بشه به یک چین شیعه. نگرانی ما اینه که تبدیل بشه ایران به یک عربستان شیعه. نگرانی ما اینه که آقای علیزاده به موضوع کره شمالی اشاره می‌کنن اما اصل قضیه رو حالا نمی‌گن، که کره شمالی هم با غرب و آمریکا به توافق رسید برای جمع کردن برنامه هستش. نتیجه‌اش چی شد؟ کره شمالی نه تنها به توافقش عمل نکرد و توافق رو زیر پا گذاشت و بمب هسته‌ایش رو آزمایش کرد، که از نظر حقوق بشر هم روز به روز شما میشنوین اخبارش رو که به چه طرزی مخالفان سرکوب میشن. ببینید، این توافق علاوه بر این که از نظر حقوق این نگرانی ها رو داره، مشکلات اساسی داره در مسئله کسانی که از لیست تحریم‌ها خارج میشن. ما معتقدیم توافقی که از توش انیس نقاش تروریست لبنانی که تا دم در خونه بختیار هم رفت که ترورش کنه و موفق نشد، همسایش ترور کرد، که البته بختیار بعدها در 15 سال بعدش ترور شد،
نباید از این لیست تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل و شورای امنیت خارج بشه. ما معتقدیم سردار نقدی که فرمانده بسیج و جزء سرکوبگرترین نیروهاست نباید خارج بشه. شما با کلیات موافقین، در جزئیات اختلاف نظر دارین؟ بله، ما از یک توافق خوب حتما حمایت میکنیم. این توافق توافق خوبه؟ حتما توافق خوبی نیست. توافق خوبی. آقای علیزاده، آقای اعتمادی اشاره کردن به مورد کره شمالی. آیا ایران به لحاظ مبنای این توافق پتانسیل تبدیل شدن به کره شمالی دوم رو داره که موارد در واقع توافق رو نقض بکنه، یا اینکه این توافق طوری دیده شده که این راه ها مسدود شده؟ بله، ببینید جناب اشکبری نکته درستی رو گفتن و دست گذاشتن برای اینکه کسی نمیتونه تضمین بدهد که مسلماً این توافق منتهی به یک وضعیت خوب حقوق بشر در ایران بشه. هیچ کسی نمیدونه چنین تضمینی رو بدهد. اما با یک سوال ساده من آغاز میکنم. اگر کسی بخواد، مجرمی، تبهکاری بخواد کار خطا بکنه در فضای بسته، بهتر میتونه در جرم خودش رو مرتکب بشه، یا اگر پنجره‌ای باشه، در بازی باشه، رفت و آمدی در اونجا باشه، در تاریکی بهتر میشه مرتکب جرم شد، یا در جایی که اندک نوری هم در اونجا تابیده شده باشه. ببینید الان در کره شمالی که مورد مثال بود، اولا من واقعا مخالفت میکنم با آقای اعتمادی. کره شمالی بعد از این که امریکا، گویاتون باشه، اون کلاهک رو کره شمالی در بعد از توافق کرد با طرفهای غربی خودش منهدم کرد و قرار شد و پاداش هایی رو بگیره. زمان بوش بودش، تعهد خودش رو آقای بوش انجام ندادش. کره شمالی هم و حالا که این هسته اصلا من میرم سراغ توان هسته‌ای و اون منطقه بریک اوت رو پشت سر گذاشت توان هسته‌ایش رو روی میز. اتفاقا در اونجا تقصیر به اون طرف‌های غربی هستش که به تعهد خودشون عمل نکردن، کما اینکه الان این مخاطره در مورد این پرونده هسته، توافق هسته ایران هم قویاً وجود داره که اگر توافق انجام شد، کنگره هم پذیرفت، همه مراحل قانونی گذشتش، واقعاً کی میتونه تضمین بده که این شش کشور ابرقدرت جهان بیان یک به یک توافق و تعهدات خودشون عمل بکنن؟ اتفاقاً من فکر میکنم اگر کسی دغدغه مسئله حقوق بشر داشته باشه، بایستی تأکید بگذاره بر همین توافقی که به گمان من اندکی، نمیخوام آگراندیسمان کنم، اندکی فضا رو میگوشه. ببینید شما به سال چرا راه دور بریم، همین امروز خبر آمده بیرون که سفارت انگلیس در تهران یک شنبه آینده افتتاح میشه. من سوال دارم اگر سفارتخانه های خارجی در ایران باشند و حضور داشته باشند و بتوانند گزارش بدن در مسئله نقض حقوق بشر، کما اینکه سفیر پیشین انگلیس در تهران آقای گس یک مرتبه نشسته بود و در صفحه رسمی سفارت انگلیس در تهران شرح مبسوطی از نقض حقوق بشر در ایران رو صفحه سفارتشون گذاشته بودن که به تهران احضارش کردن، سر و صدایی رو انداختن. اگر این سفارتخانه در تهران باشن که بعد از روی کار آمدن آقای خاتمی، اونهایی که قهر کرده بودن، اتحادیه قهر کرده بود، همه برگشتن، بهتر هستش یا بهتر نیستش این سفارتخانه در تهران باشن که آقای خانم اشتون، جناب اعتمادی عزیز، من در دغدغه‌های شما رو خیلی خوب لمس میکنم، ولی من میخوام سوال کنم در سایه همین توافق شکسته پکسته ای که هنوز هم روی کاغذ نیومده بود، خانم اشتون به تهران میره و با مادر ستار بهشتی ملاقات میکنه و همچنین با خانم نرگس محمدی. خب، یا مثال دیگری بزنم، خانم تاریا کرومبرگ از پارلمان اروپا که فنلاندی الاصل هستش، به همراه یک تیمی، به همراه خانم اسخاکه از اتحادیه اروپا و پارلمان اتحادیه اروپا به تهران رفتن، در سفارت، در مرکز پایتخت ایران. آقای علیزاده، یک کلمه. بفرمایید. در اونجا جایزه ساخاروف، جایزه حقوق بشر ساخاروف رو به خانم
نرگس محمدی، آقای جعفر پناهی تقدیم کردن در تهران که چه سر و صدایی و این قوه قضاییه به راه انداخته شد. آقای علیزاده یک لحظه به ما اجازه بدین بفهمید ایتون. ببینین اتفاقا مثالای خوبی رو اشاره میکنن در تایید همون مقدمه‌ای که من اول برنامه گفتم. جناب علیزاده شما میگین نرگس محمدی، وقتی کاترین اشتون باهاش دیدار کرد و با مادر ستاره بهشتی، زمانی بود که هنوز این توافق بسته نشده بود. اتفاقا دقیقاً اون دوره‌ای بود که جمهوری اسلامی می‌خواست با اون دیپلماسی لبخندی که آقای ظریف و آقای روحانی پیگیر دنبالش بودن، می‌خواست این تصویر رو از خودش نشون بده که داره به سمت احترام به تعهدات بین‌المللی و قوانین بین‌المللی میره. شما در همون دوره هم با آقای با خانم نسرین سوتو و آقای جعفر پناهی دیدار شد از طرف هیئت پارلمان اروپا، هم با نرگس محمدی و گوهر عشقی دیدار شد. اما همین دیروز خانم نسرین سوتو بعد از اینکه به قول معروف خر جمهوری اسلامی از پل گذشت، همین دیروز خانم نسرین سوتو احضار شد دوباره به زندان اوین برای بازپرسی. نرگس محمدی امروز در زندانه. اینها دقیقاً بعد از توافق اتفاق افتاد. دقیقاً نگرانی ما همینه. آقای اعتمادی یه لحظه به من اجازه بدین. آقای اشکیوری فرصتی میدید من برمیگردم به شما آقای علیزاده. حتما آقای اشکیوری شما در نامتون به روابط ایران آمریکا هم اشاره کردین و اینکه در واقع گشایش در این روابط میتواند ادامه دشمنی غیر منطقی بین ایران و ایالات متحده زیانی به هر دو کشور است و یک مانع عمده برای تلاش های اصلاحی و فعالیت های حقوق بشری در ایران. اگر یعنی در واقع شما در این اعتقاد هستین که گسترش روابط سیاسی با جمهوری اسلامی باعث خواهد شد که رفتار جمهوری اسلامی در داخل با منتقدین خودش اصلاح بشه؟ بله بله، البته با همون تفسیری که بنده گفتم آقای علیزاده هم فرمودن که ما هیچ تضمینی نداریم که سیر حوادث به کدوم طرف خواهد رفت، ولی منطقا طبق منطق امور و روند حوادث باید اینچنین باشه و من هرچند در کوتاه مدت خیلی خوشبین نیستم به این بهبود وضعیت حقوق بشری یا گشایش بین ایران آمریکا روابط ایران آمریکا. اما اشکیوری چرا در کوتاه مدت خوشبین نیستیم؟ دلیل من اینه که جمهوری اسلامی نشون داده، به خصوص دستگاه رهبری فعلی جمهوری اسلامی نشون داده، هر وقتی که از ناحیه خارجی ها به هر حال یا تحت فشار قرار گرفته یا مذاکره شده، گفتگویی شده، یک باب صلحی باز شده، برای اینکه در داخل به اون به اصطلاح پیروان خودشون، اون نیروهای افراطی به هر حال یه جوری اونها رو قانع کنن، یه جوری اونها رو عرض کنم که وادار به سکوت کنن و یا به خارجی ها نشون بدن که نه اینجا هم خبری نیست از اون خبرهایی که شما میگید، معمولا در یه دوری یک اعمال فشاری میشه و یک به هر حال فضا رو شاید مدت بسته بکنن. به همین دلیل با اون زمینهای خارجی و زمینهای که به اصطلاح ما از غرب داشتیم میتونیم چنین حدسی بزنیم، البته نه دقیقاً و 100%، ولی در یک چشم انداز میان مدت بنده معتقد هستم که تغییرات صورت خواهد گرفت و وضعیت به هر حال به سوی بهبود روابط به نفع جامعه بین المللی و ایران هست. و من در شگفتم واقعا، ما 35-36 سال است که جمهوری اسلامی رو دعوت میکنیم به مذاکره با جهان، به صلح با جهان، که با دنیا نجنگید، روابط خارجیتون رو تنش‌زدایی کنید، کاری که دوره اواخر هاشمی شروع شد، بعد در دوره خاتمی ادامه پیدا کرد، بعد در دوره احمد جان مسدود شد، حالا در دوره روحانی هم که آمده و روحانی هم با همین شعارها و حرفها از اکثریت مردم ایران رأی گرفت، ما از این ور جمهوری اسلامی رو تشویق میکنیم به مذاکره، بعد از اون ور هم مثلا به خارجی ها میگیم، به آمریکایی‌ها، به اروپا میگیم به ایران مذاکره نکنید، برید نمیدونم فرض کنید که چنین چنان بکنید، جا چیکار باید بکنه؟ بعد من سوال من از آقای اعتمادی یا دوستان اینه، شما آقای سفیری چند بار پرسیدید ولی به گمان من آقای اعتمادی جواب ندادن، خب جایگزین شما چیه؟ آلترناتیو شما چیه؟ خب اگر اروپا، آمریکا با ایران مذاکره نمی‌کردن چه میبایست می‌کردن؟ اگر میآمدن روی نقض حقوق بشر با ایران مذاکره می‌کردن به نتیجه می‌رسیدن؟ که به نظرم به نتیجه نمی‌رسیدن. اونها غرب، آمریکا به دلایل خاص خودشون، به دلایل بخصوص مسئله اسرائیل و عربستان و منطقه، اونها مسئله هسته‌ای براشون در اولویت بود. بر این اساس و درست هم تشخیص دادن به نظر من، آمدن روی این گرانیکا دست گذاشتن
و تا اینجا هم تونستن موفق بشن و بعد از این میرن جلو. خیلی خوب، حالا اگر شما میگید که همون تحریما رو ادامه میدادن، قطعا شما مخالف حمله خارجی یا مخالف جنگ هستید. من مطمئنم، برای اینکه هیچ ایرانی نمیتونه که واقعا خارجی رو دعوت کنه بیاد مملکت ما رو شخ بزنید و نمیدونم که اینجا رو مثل عراق بکنید و عربستان مثل سوریه بکنید. هیچ کسی این با این موافق نیست. فکر میکنم دوستانی مثل آیه اعتمادی یا این کسانی که منتقدن و دغدغه‌های حقوق بشری امثال اینا دارن، اینی که خب یه توافقی بشه که حقوق بشر هم تضمین بشه، که من معتقد هستم حقوق بشر نمیتونست به طور مستقیما در این متن بیاد، ولی به طور غیر مستقیم بعداً در روند گفتگوها و مذاکرات هم خارجی ها میتونن از این فضا استفاده کنن، هم نیروی اپوزیسیون داخل و خارج کشور به اصطلاح میتونن از این فضا و از این امکانات و ابزارها استفاده کنن. اجازه بدید نظر آقای علیزاده را بدونیم. آقای علیزاده، این نظر که گشایش در واقع روابط سیاسی کشورها منجر به تغییر رفتارها میشه، آیا بر مبنای همون نکته که شما فرمودین رئال دیپلماسی واقعا صحت داره، امکان پذیره و این پتانسیل در جمهوری اسلامی وجود داره؟ ببینید، بگذارید خیلی ملموس حرف بزنم، مثال ساده ای بزنم. شما یه فردی رو در نظر بگیرید، تیغ بران در کف زنگی مصر رو در دستش هست، دیگران رو تهدید میکنه، اعضای خانوادش هم تهدید میکنه، اعضای تو خونه‌ش هم بچه‌شون رو کتک میزنن. حالا اگر شما آمدید و این، چون فرض جناب آقای اعتمادی و بسیاری حتی کنگره هم این هستش که آقا اینا این پولو میگیرن خط صرف چه و چه میکنن، حالا اگر شما آمدید این رو خلع سلاح کردید و بعدن اراده بر این کردید، حالا شاید نیان اراده بکنم من نمیدونم، ولی فرض رو بر این بگیریم که به هر حال به عنوان یک پارادایم جهانی که حقوق بشر الان مطرح شده، شورای امن شورایی براش هست در سازمان ملل، آمد این فرض رو بر این گرفتیم که حالا سررسی بکنیم به اون بچه های معصومی که زیر پدر دست این پدر کتک میخورن، کدوم بهتر هستش؟ یعنی اگر که اون فرد همچنان اگر رها بکنیم این مذاکره رو، اون هایی که توانستن غنی سازی 20% پیدا بکنن به 90% برسوننش، بگذارن بشه کره شمالی. الان شما میتونید با کره شمالی بگی آقا چرا داری نقض حقوق بشر میکنی؟ اون فعلا داره میگه من اینو میزنم تو شهر سر آمریکا. من بگذارید اصلا برگردم به خاطرات خودم، فکر میکنم اینجا حل مسئله اینجا روشن بشه دیگه. الان یه دفعه به ذهنم جرقه زدش، اتفاقا با دوستان دیپلمات خودمونم داشتم دیشب بحث میکنم آماده بشم برای اینجا، یاد کردن به من گفتن که حسین در سال اصلا مسئله این که بریم به طرف بحث هسته‌ای زمانی در ایران خیلی شدت پیدا کرد که مسئله قتل خانم زهرا کاظمی اتفاق افتاد، هیچ پاسخی براش نداشتن. همین آقای مرتضوی که امروز آزاد شده، امروز براش تبرئه، بله تبرئه شده، بعد از این در جناب اعتمادی این رو استدعا دارم به استناد صداقتی که در گفتارم اگر حس میکنید، اگر فکر میکنید دارم صادقانه حرف میزنم، بر اساس تجربه‌ای که اتفاق افتاد در درون وزارت خارجه، آقای جلیلی و تیم اینها گفتن برای اینکه مسئله پرونده حقوق بشر رو بکنیم اولویت دوم، بریم سراغ پرونده هسته‌ای. اینو من با اطمینان خاطر به شما میگم، اگر پذیرفته باشیم که امروز پرونده هسته‌ای داره بسته میشه، فرض رو بر این بگیریم کنگره هم موافقت کنه و همه کارها به هسته بشه، معنای واقعیش این هستش اون پرونده‌ای که در مرحله دوم قرار داشت میاد ناخودآگاه رو پرونده. ممنونم آقای علیزاده. اجازه بفرمایید آقای اعتمادی، بفرمایید آیا شما به این اولویت بندی اعتراض دارین یا به کل توافق؟ بازم تکرار میکنم، ببینید آقای علیزاده میفرمایند که انگلیس قراره که سفارتش رو در ایران باز کنه و اگر مثلا درها باز بشه مسئله حقوق بشر در اولویت قرار میگیره. خب ما ایشون دیپلمات هستن، ما باید بر اساس واقعیات صحبت کنیم. آیا در تمام این سالها انگلیس در ایران سفارتخونه نداشته؟ آیا انگلیس در حال حاضر و انگلیس و آمریکا در حال حاضر در چین و عربستان سفارتخونه ندارن؟ آیا با وجود این سفارتخونه‌ها در چین و عربستان حقوق بشر به شکل بسیار وحشیانه نقض نمیشه؟ خب اینها واقعیاته، هیچ نه تنها تضمینی وجود نداره. ولی آقای اعتمادی شما چین قبل از 1972 برقراری رابطه، یعنی بازگشت چین به جامعه جهانی رو با چین امروز میتونیم مقایسه کنیم؟ خب حالا اتفاقا به نکته اشاره کردین،
که دقیقاً مسئله منم همینه. ببینید در اتفاقی که افتاد بین بلوک شرق و بلوک غرب و بلوک غرب اتفاقیه که اینکه بر اساس ببینید بر اساس یک سیاست ساده و روابط عادی دیپلماتیکی به وجود نیامد که در هلسینکی در 1975 اینا پیمانی رو بستند. هلسینکی آکورد آقای علیزاده حتما بهتر از من میدونن. یک پیمان امنیتی نظامی بود، ولی در اون پیمان اتفاقا در همون پیمان ببینید بند 5 یا 6ش میگه که خواهان احترام در بین 35 کشور و با محوریت آمریکا و با محوریت اتحاد جماهیر شوروی، میگه ما خواهان احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و اعتقاد میباشیم بین در تمام این کشورها. ما ببینید حتی اگه همچین جمله‌ای در توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داشت، ما میتونستیم به اون استناد کنیم که بعد از مسئله هسته‌ای قراره که مسئله حقوق بشر در صدر اولویت‌ها قرار بگیره. و یا در همین همزمان با توافق هسته مذاکرات ایران و آمریکا، ما مذاکرات داشتیم بین کوبا و آمریکا. پیش شرط مذاکرات دیپلماتیک آمریکا برای کوبا گذاشت آزادی زندانی سیاسی بود. 53 زندانی سیاسی آزاد شدن برای اینکه یک بحران امنیتی 60 ساله حل بشه. حتی آمریکا که همین دولت اوباما که خیلی اعتقاد به این مسائل نداره در اونجا این موضوع رو نظر گرفت. ذات مذاکرات، مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای اتفاقا ذات مذاکره با شورای اتحاد جماهیر شوروی بر سر حقوق بشر نبود، بر سر مسائل امنیتی بود. ذات مثلا مذاکرات با کوبا بر سر حقوق بشر نبود، ذاتش بر سر بحران 60 ساله‌ای بود که بهتر از من از کجاش، از بحران نظامی شروع شد، بحران موشکی شروع شد. و یا در کامبوج ما داریم سابقه انتخابات 1992 تحت نظارت سازمان ملل داریم. کامبوجی که تحت اشغال ویتنام بود، در اوج اشغال ویتنام اصلا مذاکره بر اثر حقوق بشر نبود که اون زمان، ولی انتخاباتی برگزار شد که بی سابقه است زیر نظر سازمان ملل، دولت اصلا تشکیل داده سازمان ملل. اینا سابقه دیپلماتیک داره در جهان. من یه جمله دیگه بگم. آقای اشکیاری گفتن که راه جایگزین ما است. من قبلش هم به شما جواب نشون من جوابی ندادم. راه جایگزین ما توافقیه که منافع مردم ایران درش در نظر گرفته بشه، توافقیه که مسئله حقوق بشر، مسئله ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی درش نظر گرفته بشه. ما معتقدیم چنین توافقی حتما حمایت می‌کنیم. ما حتما صلح طلب هستیم. ما هممون تقریبا بخش زیادیمون بر سر آزادی و صلح و عدالت هزینه دادیم. ممنونم. آقای اشکیوری بفرمایید. خواهش می‌کنم. والا ببینید من دقیقاً آیا شما هم منظورم در واقع این هستش که شما هم چنین انتظاری داشتین که آقای اعتمادی اشاره کردن به بیانیه هلسینکی مثلا چنین بندی در توافقنامه هسته‌ای گنجانده بشه؟ والا ببینید هر مذاکره‌ای، هر کشوری ماهیتی داره، ساختاری داره، ویژگی خاص خودشو داره. اگر در عالم آرمان باشه، در ایدئال‌های خودمون رو در نظر بگیریم، بله بنده هم دلم می‌خواست که همچین چیزی باشه، ولی حالا نشده. بالاخره بعد از 2 سال مذاکرات جدی، صدها هزاران ساعت نشست و برخاست، محصول شده این. الان صحبت اینه که ما باید از این حمایت بکنیم و به اصطلاح فشار بیاریم به ایران، به اروپا، آمریکا، طرف‌های منازعه که این کار به خوبی پیش بره، در جهت مثبت پیش بره، یا اینکه فقط مخالف خوانی کنیم. خب آقای اعتمادی یک فهرست طولانی از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی میگه. خب برادر من، فرض بر این است که شما با یک حکومت، یک نظامی سر و کار دارید که خودکامه است، ناقض حقوق بشر هست، آزادی ها رو رعایت نمی کنه، زندانی ها رو، فعالان سیاسی رو زندان میبره، همه اینا هست. رو اینکه اختلافی نداریم. همه سوال اینه که حالا این مذاکره که صورت گرفته، ما ایرانی های عرض کنم که ملی، ما ایرانی های مدافع منافع ملی و بهبود اوضاع در ایران از این استقبال کنیم یا نه، یا کارشکنی کنیم، یا مثلا کار دموکرات جمهوری خواها و لابیستای صهیونیستی ها که میلیون ها دلار دارن خرج میکنن به خاطر اینکه این از بین بره و نابود بشه، به موفق نرسه، ما کدوم در کدوم صحنه هستیم، در کدوم جبهه هستیم؟ همه حرف اینه. وگرنه ایرادها و انتقادهایی که گفته میشه، بله خب بیا چیکار کنه آمریکا یا اروپا، بیان مثلا راجع به سوریه هم مذاکره کنن، راجع به 6 جای دیگه سوال یمن هم مذاکره کنن. بله اینها هست. و بعد فقط یه نکته مهم در این پایان اشاره کنم و اونم این است که
مسئله نقض حقوق بشر در کشورها که آقای اعتمادی به درستی اشاره میکنن، عربستان، نمیدونم خیلی از کشورهای دیگری که استبدادیان بیش از ایران ناقض حقوق بشرن، اما به سر آمریکا، اروپا با اونا ارتباط خوبی دارن، با اونا فشارم نمیارن. مشکل اصلی فقط در ایران نیست، مشکل اصلی در خود دولت‌ها هست. به گمان من برای آمریکا یا دولت‌ها اولویتشون در جهان نه در ایران به سر مسئله حقوق بشر نیست، مسئله اصلی برایشون منافع ملی بازار فروش اسلحه هست، از کنم که به دست آوردن تجارت، به دست آوردن سود و منافع و ده ها منفعتی که در نظر میگیرن. آیا آقای اشکیوری به پایان برنامه نزدیک میشیم؟ آقای علیزاده بفرمید. ببینید، میخوام سریع صحبت کنم که به یه مثال مهم برسم. این بحث من رو یادم انداختش از یک کلاس درسی که با آقای ظریف داشتیم. اتفاقا من چون در مقطع فوق لیسانسم بعضی واحدام رو با ایشون گذرونده بودم، یه جمله قشنگی از ایشون به یادم افتاد در این مذاکره امروزمون. ایشون به ما، به بچه‌ها میگفتن که بچه‌ها سیاست خارجی کشورها مثل یه دونه دوچرخه نیست که اگه خواستید برگردید با یه فرمون سرته میکنید برمیگردید. برای اینکه یک کشوری، هر کشوری، حالا من مثال ما به ایران هستش، برای اینکه تغییر در اینا بیاد بشه، شما فرض کنید یک تریلی رو میخواید سرته کنید، یا یک کشتی قولپیکر یا نفتکشی که چند هزار متر هستش رو میخواید شما سرته کنید. اینطور نیست در کسری از ثانیه این برگرده. من دغدغه‌های جناب اعتمادی رو خوب لمس میکنم، اما آقای اعتمادی باید پاسخ بدن که وگر با این موافقت ندارن، چطور سرکار خانم شیرین عبادی، چطور جناب آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی که دیگه شخصیت‌های برجسته حقوق بشری ما هستن، هر دوی اینها اظهار نظر کردن که این توافق پتانسیل این که وضعیت حقوق بشر رو بهبود ببخشد رو داره. عرض میکنم، تأکید میکنم، پتانسیلشو داره. اما آنچه که ما داریم در اینجا تأکید میکنیم آن این که اگر این توافق هوا بشه، قطعاً با قطعیت میشود گفت که آنچه که وضعیت امروز حقوق بشر ایران هست حتماً بدتر میشه. جناب اعتمادی، آقای علیزاده ممنونم. آقای علیزاده مثال اینم بزنید که آقای تاجزاده مرخصی بعد از 5 سال. آقای علیزاده ممنونم. آقای اعتمادی ما کمتر از یک دقیقه فرصت با قطعیت میگم شما آقای علیزاده میتونن به سایت فدراسیون جهانی حقوق بشر برن رجوع کنن. آقای لاهیجی بیانیه‌ای دادن، اتفاقا همین نگرانی که من اینجا مطرح کردم و در نامه ما هست به صراحت درش ذکر شده. خانم عبادی با همین صدای آمریکا مصاحبه کرده، من دیدم با آقای صحتی مصاحبه کردن، عین همین نگرانی ها رو ایشون دارن نسبت به مسئله حقوق بشر برای توافق. پس ببین شما الان دارین معکوس جلوه میدین، ایشون هر دوشون حاضر هستن و میتونم بیان بعدا در برسادی آمریکا صحبت کنن. من باز هم تاکید میکنم نگرانی های ما نگرانی این کسانی که امضا کردن نیست، نگرانی بخشی از جامعه ایران در شبکه‌های اجتماعی میتونید ببینید. ولی تا حالا ورود پیدا نکردم. من بازم تشکر میکنم به ما این فرصت داد. ممنونم که رسیدیم به پایان برنامه. از امیر حسین اعتمادی در واشنگتن با ما بود، از آقای حسین علیزاده از فنلاند به ما ملحق شدن و آقای حسن یوسفی اشکیوری. تا هفته آینده و افق دیگر، شب بر همه شما خوش. مرسی.